بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بعد بندگان عزیز ارجمند السلام علیکم و الله و همچنان که مستظر هستید درس پنجو پنجوم از سلسله درس های تفسیر نور را با هم امروز در پی میگیریم به حول و قوه الهی در این درس ما آیات 106 تا 110 سوره مبارکه البقره رو با هم از نظر میگذارونیم هرچند که در درس گذشته به مقدماتی درباره اون اشاره کردیم بگذارید همونطور که بسیاری از دوستان ما که این بیننده ای این برنامه هستن میدونن ما در برنامهمون من پنج محور را یا پنج مرحله را سپری خواهیم کرد ابتدا تلاوت این آیات سپس معانی اون کلماتی که دشوار است در این آیات سپس به ترجمه آیات میپردازیم و بعد از اون مفاهیم لغوی که مشکل به نظر میرسد یا اینکه مدلول های خاصی داره در این آیات رو از نظر میگذارونیم و بعد به شرح و تفسیر آیات میپردازیم و در نهایت درس درس و عبرت هایی که از مجموعه این آیات هست رو با هم مرور میکنیم بگذارید ابتدا این پنج آیه مبارکه را از سوره مبارکه البقره آیات 106 تا 110 سوره مبارکه البقره را با هم با تلاوت زیبا بشنویم ما ننسخ من او ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا, كفارا حسدا من عند فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون تعملون بصير بله دوستان این آیات 106 تا 110 سوره مباركة البقره از اینجا شروع میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر و همطور خداوند عزوجل این آیات رو پشت سر هم ردیف میکنه تا انجا كي مفرميت واقيم الصلاة وآت الزكاة وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ببنیم معانی کلمات دشواری که در این آیات نافته است ننسخ در ننسخ ما ابتدا کلمه نسخ را داریم که به معنای نقل و انتقال یه چیز از چیز دیگه است و همچنین به معنای محو یعنی پاک کردنه پس ننسخ یا یعنی نقل و محو میکنیم ننسیها یعنی فراموشش میسپاریم یعنی به فراموشیش میسپاریم نعت به خیر منها یعنی بهتر از آن را میآوریم. آوریم او مثلیها همچون که در ایام دست یعنی یا همانند آن میآوریم. ولی یعنی سرپرست سرور و یاور یتبدل یعنی به قصد تبدیل براید یعنی با قصد در صدد تبدیل و تعویز آن براید و باشد و همون تبدیل هست در اصل ولی فعل یتبدل معنای تفاعل درش هست یعنی معنای تعمد و قصد ضل یعنی گم کرد و به همین خاطر ضاله یعنی گم شده و گمراه شد همچنین معنا میده و اضل یعنی گمراه کرد و در اینجا فقط ضل سواء السبیل یعنی مثل اینکه گم کرد یا گمراه شد از راه راست یا گم کرد بهترین راه را خب معانی کلمات دیگر اینه سوا السبیل یعنی بهترین راه و همونطور قبلا اشاره کردیم به این موضوع سوا صفت است برای سبیل و در اصل در لغت عربی باید صفت بعد از موصوف بیاد یعنی گفته بشه از سبیل سوا سبیل سوا ولی تقدیم صفت در اینجا یک معنای خاصی را میرسونه و اون به معنای اختصاص بهتر بودن یا میانه تر بودن یا مهمتر بودن و زیباتر بودن اون راه برای زندگی است به همین خاطر ما ترجمه کردیم سوا یعنی بهترین راه ود فعل هست فعل مضاعف است که در شده به نظر میرسد در دال که یعنی دوست میدارد فعل ماضی گذشته است یارو بازگردانند شما را از رد میاد رد یارو و کفاران یعنی به حال کفر یا کفار حسدا یعنی از روی حسادت یعنی اون فعل کفار از روی چیه؟ از روی حسادت است فعفو پس ببخشید فعفو فعل امر هست یعنی پس ببخشید وصفحو یعنی درگذرید خب با توجه به معانی کلماتی که گذشت ما میریم سر ترجمه این پنج آیه مبارکه در آية 106 الله سبحانه وتعالى مي فرمايات ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يعني هر آيه را که نسخ يا فراموشش سازيم بهتر از آن يا همانند آن را می آورين آيا نمي داني الله. برای هر چیزی توانست سپس الله سبحانه و تعالی میفرماید الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير یعنی آیا نمیدانی که ملک آسمان و زمین از آن الله است و جز الله هیچ سرپرست و ندارید سپس میفرماید بل تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل يعني يا انكم مخايد أسبيان همانند همون سوالي را بپرسيد كأس موسى عليه السلام پرسيده شد و هر کس كفر عوض از راه راست گمراه شده است ودك يا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير يعني بسياري اهل الكتاب از روی و اینجا شامل یهود و نصارا هر دو میشه بسیاری از اهل کتاب از روی حسادت آرزو میکنند که شما را بعد از ایمانتون به کفر برگردانند با اینکه حقانیت اسلام بر آنها روشن شده است پس ببخشید و درگذرید تا اینکه الله فرمان دهد که الله بر هر چیزی توانست آیه 110 و, و آخرین آیه این قسمت سپس فرمود و اقیم الصلاة و آت الزکا و ما تقدمو لانفسكم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر یعنی و نماز بپادارید و زکات بپردازید و هر آنچه از نیکی برای آخرتتان پیش کنید و هران از نیکی برای آخرتتان پیش میکنید را نزد الله خواهید یافت که الله بران چی میکنید بسیار بیناست این مجموعه مختصر و روانی از ترجمه این پنج آیه بود اگر میخوایم به شرح و تفسیر آن آیه قبل از اون مفاهیم لغوی داریم که قبلا بحث مختصری دربارش کردیم ننسخ از نسخ میاد به معنای نقل و محو یعنی دو معنا داره که مکمل یکدیگر است یکی به معنای نقل کردن نسخ کرده یعنی چیکار کرده از روی چیزی بازنویسی کرده و یکی به معنای محو یعنی پاک کردن ازاله به عربی میگن یا اینکه پاک کردن اون است حکمت نسخ هم در اینه که الله سبحانه و تعالی میخواد ثابت بکند که این کلام یعنی وحی قرآن کریم وحی الله سبحانه و تعالی است به قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هیچ دخالتی در زیاد و کمی آن ندارند آنچه هست ایشان رسول و مبلغ است از جانب الله سبحانه و تعالی ام تريدون ان تسالوا رسولكم ام در اینجا گفته شده آیا حرف عطف برای ابتداست یا اینکه منقطع است به معنای بل هر دو قول هست و هر دو معنا هم صادقه به دلیل اینکه اگر ترجمه کنیم ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسا به معنای ام حرف عطف یعنی و این که آیا یا اینکه شما میخواهید ای مؤمنین یا ای کفار از رسولتان که به سوی شما فرستاده شده است همچنان سوالی بکنید که بنی اسرائیل از موسی کردند سوالهایی که قصدشان فقط تعجیز یا به عجز و ناتوانی کشاندن یا مسخره و استهزا کردن باشد که این جایز و روان نیست و یا اینکه به معنای بل بگیریم به معنای اینکه بلکه شما یعنی کفار و مشرکین عرب از رسول الله صلی الله علیه و سلم دارید همون سوالهایی را میپرسید که بنی اسرائیل از موسی علیه السلام پرسیدند سوال های بنی اسرائیلی از موسی بسیار زیاد بود یکی از این سوال این بود که ارین الله جهرتا یعنی خداوند عز الله را آشکارا به ما نشون بده این یکی از سوالها، ها یکی از خواسته ها و طلبات بنی اسرائیل بود از موسی علیه السلام که امکان نداشت و به همین خاطر داستان مشهور است و در سوره اعراف به طور کامل در اونجا به شرح و تفسیر خواهیم گذاشت وقت خودش ان شاء الله و تبارک و تعالی ولی در اینجا قصد چیه قصد اینه که مشرکین مکه هم همین را را دارن ادامه میدن همطور که اشاره کردم قبلا در درس گذشته ای از مشرکین در مکه اومدن از رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتن خب اگر پیامبر خدا هستی و راست میگوی صادقی پس چرا باغهای ان گور نداری در آن رودهای خوش روان باشد، و خلال آن رودها جاری باشه در آن کیف بکنی و بگردی و زندگی سالم و خوشبختی داشته باشی لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زمت علينا س... كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا تا آخر آیت تا اینکه اون طور که فکر میکنی آسمان بیستون را بر سر سقف آسمان را بر سر ما فرود آری یا اینکه خداوند از زواج الله سبحانه و تعالی و ملائکه را بیاری با خودت تا اینکه ما ایان اون را ببینیم یعنی این سالهای تعجیزی که بعض وقتها به قصد مسخره یا به قصد انحراف افکار از پیام قرآن و پیام سنت نبوی در حضور و ملع مردم مطرح میکردن در جلو رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها سوالایی بود که رسیدن به هدف مشخصی رو دنبال نمیکرد و بنابراین این هم واقعیت داشت یعنی هر دو معنا درباره ام صادق است ام تریدون یا اینکه شما می خواهید یا اینکه بلکه شما می خواهید هر دو معنا صادق و درست است یتبدل و این از نوع های لغوی قرآن هست که بر از نظر لغت و کاربرد زبان و ادبیات قرآن کریم طوری معجزه آساست که در همه معانی و در برای همه ها و مکانها صادق هست ولی به شرطی که انسان سیرت را خوب بفهمه و زندگی پیامبر را دقیقا در فهم معانی قرآن عملا چکار کنه کاربردی به کار ببره یتبدل الکفر بالایمان این گفتیم این اصطلاح زیبایی است در اصل اونهایی که راه کفر را در پیش میگیرند یا به سوی کفر گرایش دارند مثل که دارن قصدن چکار میکنن دارن کفر را با ایمانشون عوض میکنن انسان های هستند مسلمانند اما چون در تنگناهای زندگی قرار می گیرند سعی می کنند که خودشون رو به چیزهای دیگه ارتباط بدن و فرار از دین بکنند یعنی به جای اینکه به خدای ناکرده به خاطر ضعف ایمان بیاد به خدا رو بیاره بیاد به درگاه خدا التماس بکنه بیاد ایمان خودش رو دوباره محک بزنه بیاد گذشته خودش رو زیر رو کنه و از اشتباهاتش دست بکشه و توبه و استغفار بکنه میاد میگه که همه مشکلاتی که هست از دینداری منه از مسلمان بودن منه ولی زا میاد چیکار میکنه دین را ملامت میکنه دینداری را سرزنش میکنه و خودش را در این راه کاملا میخواد گریزان باشه به دنبال بهانه است برای فرار از دین با یک میان برنامه باز به شرح و تفصیل آیات خواهیم پرداخت با ما باشید ولقد للذکر فهل من همونطور که عرض کردم خدمتون بسیاری از مسلمان ها در شرایطی زندگی وقتی قرار می به جای اینکه اون شرایط اونها را به خدا نزدیک بکنه از دین فرار میشن ولی ولذا باید انسان خوب مواظب باشه تا اینکه به قصد و تعمد به دنبال بهانه‌جویی برای فرار از دین نباشه که هر کس یتبدل به تعبیر قرآن کفر را با ایمان به قصد عوض بکنه اونجا خیر عظیمی را از دست داده و مثل این که راه درست زندگی را گم کرده و اون وقت که در تاریکه ها و ظلمت های کفر و شرک غوتور میشه و هر روز مشکلات سنگین تری براش به وجود میاد و خودش هم احساس نمیکنه از کجاست از مفاهیم دیگر لغوی اینه که حسد من عند انفسهم خب حسد همیشه از داخل نفس انسان نیست. دیگه از قلب انسان سرچشمه میگیرد ولی چی میشه که الله سبحانه و تعالی حسد رو در اینجا با ارتباط من عند انفسهم آورده اینطور میشه گفت که حسادتی از درونشان یعنی از درون نفس این کفار از اهل کتاب که نشانه عمق کینه و دشمنی آنها با مؤمنین است یعنی این عبارت یا این اصطلاح حسدا من عند انفسهم تعبیر زیبایی است از اینکه مشرکین و کفار اهل کتاب یهود و نصارا قلبشون کفارشون نه مؤمنینشون کفار یهود و نصارا قلبشون از اعماق قلبشون کینه و حسادت اه، و حسرت به صلاح سعادت انسان های ها مؤمن و مسلمان را دارن میخورن آن هم کی؟ من بعد ما تبین لهم الحق من بعد ما تبین لهم الحق این در زمانی است که اونها حق و حقیقت قرآن و دین اسلام و پیامبر بر حق اسلام براشون واضح شده اونها در توراتشان و در او انجیلشان میخوانند که محمد بر حق است پیام قرآن که با اوست بر حق و دینی که آورده است بر حق است ولی با این حال راه را عوضی میرن و مردم را به اشتباه میندازن اینجاست که بعض آشکار شدن حقیقت اگر کسی چنین گناهی مرتکب بشه گناه چند برابر داره فعفو و اصفحو یعنی دو مرحله مهم گذشته و این در شرایطی بود که اسلام میخواست به اهل کتاب ثابت بکنه که ما با شما دشمن نیستیم شما دشمنی میکنید حسادت دارید و کینه توزی میکنید ما راه دشمنی را نداریم ندای قرآن اینه فعفو و صفحو هر دو به معنای گذشته ولی زیبا اینجاست که یک مرحله عفو یعنی مطالبه کردن به اون چیزی که میتونه دم دست داشته باشه یعنی اگر کسی به شما ظلم کرد حق دارید در مقابلش اونطور جوابش بدید اونطور که هست جوابش بدید ولی میتونم گذشت داشته باشید بگید شما ظلم کردید اما من ظلم نمی کنم به شما من جوابتونو نمیدم خب این یک مرحله گذشته مرحله دیگر اینه که قلبتون از اون نکوهش و ملامت و اون سرزنش و کینه اون شست پاک بکنی و این میشه صفح و این مرحله والاتر است از عفو و زیباتر و جالب تر است برای اهل ایمان در صداقت و اخلاصشون نسبت به الله سبحانه و تعالی یعنی به عبارت دیگر انسان مؤمن به الله سبحانه و تعالی که سراپا تسلیم امر خداست یعنی مسلمانه هیچ وقت کینه دیگران را حتی دشمنان را به دل نمی گیرد چرا چون دوست دارد اونها هدایت بشن و دوست دارد یه روزی اونها را در راه ایمان و راه اسلام و در کنار خودش ببیند و از اونها گذشت میکنه هم در ظاهر هم در باطن و اینجاست که عفو و صفح یک معنا معنای گذشت ظاهری است یک معنا صفح معنای گذشت باطنی است قلبی است خب به شهر و تفسیر مختصری از این آیات اگه میخوام جمع بندیش بکنیم پردازیم میتونیم بگیم که بعد از آیات بیانگر که در قبل گذشته بود انحراف یهود در مسیر تدین و رو آوردن به سحر خرافات اونجا که فرمود ولما جاءه رسول من عند الله مصدق لما معهم بعد آیه بعدیش فرمود و تبعو مات الشیاطین على ملک سلیمان اونجا دیدیم که این آیات بیانگر انحراف یهود در مسیر تدین و رو آوردن به سحر خرافاتشون بود خب بعد از اون گوش داد کرد که یا ای الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یعنی چی بعد از اون گوش داد که به امر مهمی و اون ادب مخاطبه و محاوره با رسول الله صلی الله علیه و سلم که مؤمن مسلمان باید عین ادب را و کمال ادب را در مخاطبه و محاوره نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم رعایت بکنه و بعد از اون حسد و مشرکین و کفار بر حال مؤمنین رو هم گوشزد کرد که اونجا هستن از اهل کتاب ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم خب تا اینجا آیات ببینیم که این ترتیب رو داره ادامه میده بلا فاصله اومد رو سر این قضیه ما سخ حالا ارتباط این آیات به ما قبل چیه نیاکنید وقتی الله سبحانه و تعالی به ما گوشت میکنه که مواظب باشید مشرکین و کفار بر حال شما حسرت میخورن بر سعادتی که شما در یک بسر میبرید بر دوستی و محبتی که بین شما مؤمنین هست بر احسان و انفاقی بر همدیگه میکنید بر این جمع زیبایی که بین شما وجود دارد این تجمعی که در عبادتها وجود داره و این دلسوزی که نسبت به همدیگه به خرج بیدید این نصیحت صادقانهای که بین شما هست به این خیر و سعادتی که شما در به سر میبرید به اضافه اون قرآن زیبایی که بر قلب شما دارید نقل شما جا داره و شما دارید با عبادت میکنید بر همه این ها داره اهل کتاب و مشرکین کفار بر شما دارن حسرت میخورند مواظب باشید یه روزی ممکنه که با شبهاتی وارد بشن از جمله این شبهات اینه که به شما بگن اگر دین شما بر حق است پس چرا یه روزی حکم دین تونی توریست و روز دیگه حکم دیگه توریدی است یعنی چی؟ بله الله سبحانه و تعالی حکمتش اقتضا کرده بود که بعضی از احکام به طور تدریجی زیاد بشه یا برعکس کم بشه یا اینکه عوض بشه در یک روند به صلاح موازی بدین ترتیب بعضی از احکام در ابتدا سخت آسون بود بعد سختتر شد مثل چی؟ مثل مثلا تغییر حکم روزه در ابتدا سال اول هجری همونطور که در احادیث صحیح از مجموعه ای از صحابه وارد شده است سال اول روزه روز رو فرض شد یک روز فرض شده بود در طول سال تا حدی که صحابه می که وقتی که به اونهایی که حتی در بادیه و دورهای های دورتر از مدینه بودند و افتار کرده بودند اون روزیان یعنی صبحانه خورده بودند پیام رسید امر شده بود بقیه روز چیکار کنن امساک بکنن روزشون رو روزه بگیرن و این برداشت از اینجا از اینجا برداشت میشه که روزه روز عاشورا سال اول فرض بود اما سال دوم در شعبان سال دوم اومد چی شد آیه نازل شد یا ای الذین آمنو کتب علیکم الصیام و شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن در سوره البقره داریم که بعدها بهش میرسیم درباره آیات صیام صحابه میفرمایند که روزه فرضیت روزه عاشورا عوض شد با روزه چی ماه مبارک نزمان. یعنی با اینکه یه روز در سال فرض بود شد یک ماه یک ماه رمضان و اون روزه به حالت استحباب باقی ماند یعنی مستحب است که روز عاشورا انسان روزه بگیره اما فرضیت روزه سال منتقل شد به چی به روزه ماه مبارک رمضان و لذا این یک حکم سختره که تدریج داشت و برعکسی هم هست مثلا ادهی متوفا ها در ابتدای اسلام اده مد... کسی یعنی زنی که شوهرش را و... وفاد میکنه باید یک سال اده مینشست این آیه در سوره بقر است بعد نصف شد به کمتر به چهار ماه و ده روز ولدین اتوفاونو مینکم ولدین اتوفاونو مینکم از اتوفا اه... از واجم اتربصنو به انفسین اربعات اشرا و اشرا چهار ماه و ده روز پس چی شد؟ پس این حکم آسون شد و همچنین ما داریم این که به حکم مساوی در 17 ماه یا 16 یا 17 ماه ما اول هجرت وقتی مسلمان ها اومدن از مکه به مدینه به سوی بیت المقدس نماز میخوندن ماه 17 امر الهی نظر شد که چی؟ الان رو به سوی قبله کنید سیقول الصفه من الناس ما والله من قبلتهم علیه در اینجا نظر شد تا آیت ما بعدش پس بنابراین یه حکم مساوی بود فرقی هم نمی کرد که به سوی این سمت نماز یا اون سمت بیا میخواد در قرآن کریم بعد نازل شد که فا ما فثم وجه الله ولی میار اینه که انسان مسلمان تسلیم اوامر الهی باشه یعنی چی؟ یعنی این که از پیش خودش نخواد دین بتراشد اگر خدا گفت این سمت نماز این سمت اگر اون سمت اون سمت بله قبلا در عهد مکه و همچنین 17 ماه اول سال هجرت به سوی بیت مقدس نماز میخوندند اما بعد از اون به سوی چی؟ مسجد الحرام در مکه مکرمه خب این تبدیل و تغییره هایی که علما از نظر شرعی و اصول فقه اسلامی بهش میگن نسخ احکام یعنی حکمی از بین میره حکم دیگه باقی میمونه به جاش میاد این حکم بعضی وقتا سختره بعضی وقتا آسونتره و بعضی وقتا معتدل هست و یکسانه این نسخ یک بهانه دست به یهود و مشرکین میده که اعتراض بگیرن بر دین ما بگن که خب دین شما که هر روز داره عوض میشه پس این دین حق نیست باطل است و شما را به مسخره گرفته ما میگیم نه اینطور نیست حکمت الهی اقتضا میکند که ما این چنین باشیم یعنی چی یعنی اینکه این احکام در عهد رسول الله بوده و بنابر وحی که بر قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون حتی دخالت ایشان بوده است این وحی بر زبان همه جاری می شده و همه می خوندن. حتی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز مخاطب و مکلف به این وحی و این پیام و این خطاب الهی بوده و لذا ملک و فرمان روایی ملک و فرمان روایی الله سبحانه و تعالی از آن اوست پس حکم و فرمان هم در این دنیا از آن الله است و همچنین تحذیر و من از سوالات غیر منطقی و خواسته های غیر عاقلانه را ما بررسی می انت سلو که میفرماید ام تریدون ان تسالوا رسولا کما سئل موسى من قبل که انسان مسلمان نباید جایی برای خواسته های شیطانی مطرح بکنه بعد اون وقت منتظر جواب های من درآوردی باشه اجازه بدید ما شرح و تفسیر این آیات رو و همچنین درس برات هایی که هست را به درس آینده بگذاریم چون فاصله که برامون وقتی که برامون در نظر گرفته بودن تموم شده بود ان در درس آینده این مسئله را پی میگیریم صلی الله تعالی و سلم علی نبینا محمد و علی و والحمد لله رب العالمین